من هم مثل بسیاری از شما این سعادت رو نداشتم که حنیف بزرگ رو از نزدیک ببینم. هنوز وقتی به لحظه ادامه اون فکر میکنم، از این ضربه عظیم که به جنبش مردم ما وارد شد به خود میپیچم و تلخی اون رو با تمام وجودم حس میکنم. به قول مسعود، هذا یوم تبرکت بهی بنو امیه، یعنی امروز شادند بنی شاه و بنی خمینی، خاندانهای ستمگر شاه و شیخ. اما بذری که حنیف کاشت و شاه میخواست اون رو از بین ببره، باقی مونده و در سراسر ایران رویده و به گل نشسته بود. شیخ یارای دیدن اون رو نداشت. بله، حاضر حاضر گفتن امروز مجاهدین از اونجا و از اون سپید دم خونین 4 خرداد سرچشمه گرفته. و این چنین بود که 4 خرداد روز فدای عظیم مجاهدین شد، روز ترسیم سرنوشت و افق آینده، و روزی که فدا و صداقت سرلوحه مکتب مجاهدین قرار گرفت. به راستی که حنیف بزرگ به عنوان یک راهبر و راهگشای مبارزه انقلابی و ضد استثماری در تاریخ معاصر شخصیتی است متعلق به تمام مردم و تاریخ ایران و فروغ تابناکی است در تاریخ مبارزه برای آزادی و برابری. چه توصیف خوب و نقضی درباره حنیف از خود مسعود شنیدیم که برای ما همیشه تازه است. حنیف بزرگ نخستین راهبر و راهگشا و مسئول اول من و همه مجاهدین، بالا بلند دلبر گلگون عذار من، شیراهن کوه مرد، برجسته ترین رجل انقلابی تاریخ معاصر ایران، مربی و مرشد همه مجاهدان.
ایده نو، خلاق، راهگشا و بن‌بست شکن رو استخراج کرد. سازمان مجاهدین خلق ایران این چنین تأسیس شد. یک مبارزه حرفه‌ای بر اساس ایدئولوژی و درک انقلابی و ضد استثماری از اسلام و قرآن مبتنی بر استراتژی نبرد مسلحانه. در حقیقت بنیانگذار کبیر ما در لحظه تاریخی کشف این ایده نه یک انقلاب بلکه چند انقلاب رو همزمان و با هم محقق کرد. چند انقلاب، چند جهش تاریخی و ایدئولوژیک و چند بن‌بست شکنی، به طوری که لحظه تأسیس سازمان مجاهدین تاریخ مبارزات مردم ایران از مشروطه به بعد وارد دنیای دیگه‌ای شد. تشکیل و تأسیس نخستین گروه انقلابی مسلمان به معنای واقعی کلمه در تاریخ معاصر ایران محصول کار محمد حنیف، اون هم با ایدئولوژی توحیدی و ضد استثماری. حنیف بسیار جلوتر از زمانه خودش افقهای دیگری رو میدید. او در زمانی با ارتجاع مذهبی مرزبندی کرد که کار خمینی و امثال اون در اون دوران بسیار پر رونق بود و برخی از روشنفکران نامدار در طرف اون بودند. حنیف بنیانگذار بسیار غرق تفکر و تأمل می شد. به نحو شگفت‌انگیزی صمیمی و یگانه بود و در نتیجه بسیار صریح اللهجه و عاری از هر گونه مماشات. مسعود تعریف می کرد که وقتی هم که خطایی صورت می گرفت محمد آقا هشدار می داد اگر با اشتباهات استاتیک برخورد کنیم نمی توانیم از آنها درس بگیریم، به جای آن باید در یک رویکرد دینامیک عواقب یک خطا رو در خلال پروسه و تا نقطه انتهای آن بررسی کنیم. درس گرفتن از اشتباه رو باید به سطح اسلوب ارتقا داد. و باز میگه که تکی کلام دیگر محمد آقا این بود که از یک گرم شکست باید یک خروار تجربه آموخت. هر جا بود و دست به هر کاری که میزد و هر قدمی که برمیداشت با نظم و انضباط انقلابی و رعایت سفت و سخت ضوابط توأم بود. احساس مسئولیت نسبت به سرنوشت انسان‌های مظلوم و تحت استثمار در جامعه اون رو به مجاهدت فرا می‌خواند. همراه با یارانی که باید زندگی طلبی رو کنار می‌گذاشتند و مبارزه‌ای حرفه‌ای و تمام وقت پیشه می‌کردند. به راستی که در عمر 33 ساله خودش کارهایی کرد که انگار نه چند سال بلکه چند دهه زمان می‌خواست. کسانی که اون رو از نزدیک دیدند میگویند که تحت تاثیر شخصیت یگانه و مصمم اون قرار میگرفتند، اونقدر که تاثیر کلمات نافذ اون بر قلب و ضمیرشون باقی میموند. باید دهه ها میگذشت تا قدر و شان اون و اینکه در اون روزگار چه تضادی حل کرده بارز بشه تا معلوم بشه که تأسیس مجاهدین و حیات این جنبش چه اهمیت و چه معنایی داره و چه ظرفیتی در تاریخ ایران ایجاد میکنه. مسعود همیشه میگفت که بعد از جریان اپورتونیستی چپنما و متلاشی شدن سازمان و بعد از اینکه
ارتجاع رهبری انقلاب رو به سرقت برد، مجاهدین فهمیدند و به چشم دیدند که اگر محمد آقا به عنوان مهمترین سرمایه ایدئولوژیکی و انقلابی ما و مردم ما حفظ شده بود، مسیر تحولات عوض می شد. حتما یادتون هست که مسعود یک بار در این باره مفصل صحبت کرد و احساسات و عواطف خودش رو در اون روزها تعریف می کرد. می گفت که در اون روزگار هیچگاه مانند روزی که محمد آقا برای نشست در سال 47 به اتاق اجاره اون در خیابان سلسبیل در تهران اومده بود، ذوق زده نبوده. و باز می گفت یکی دوبار در خواب دیدم که محمد آقا رو می خواهند اعدام کنند. خیلی گریه کردم. آخر خیلی سخت و پرفشار بود. و می گفت در اون روزهای فروردین سال 51 که مسعود خود زیر اعدام و در سلولهای بالای اوین بوده و روزانه با محمد آقا از طریق یادداشت گذاشتن ارتباط برقرار می‌کرده، پیوسته به اون می‌گفته که نسل تو یعنی نسل حنیف پایدار خواهد بود. در قدم بعد بنیانگذاران ما شهادت رو با روی گشاده می‌پذیرند و از اون به غایت استقبال می‌کنند. حدود 2 دهه پیش از این در شرایط بعد از 28 مرداد رهبران بزرگترین و سازمان یافته ترین حزب مخالف اون زمان برای حفظ جونشون به خیانت و تسلیم رو آوردند. این رویکرد رو کیانوری تا 1 دهه بعد هم ادامه داد. واقعیت اینه که جامعه و تاریخ ایران رنگ عوض کردن رهبران و ناپایداری اونها و خیانت به عهد و پیمان رو نمیپذیره و از یاد نمیبره. بنیانگذاران ما عهد و پیمان رو با خونهای خودشون مهر کردند. هر کس که به مبارزه رو می آورد، هر کس که خودش رو مبارز و مجاهد و انقلابی معرفی می کند، یعنی مسئولیت تغییر جامعه و مبارزه با موانع آزادی و رهایی را بر عهده می گیرد. این دقیقاً به این معنی است که با مردم و ملت خودش عهد و پیمان می بندند و قول و قراری امضا می کنند. پس باید فدا و پرداختگری پیشه کنند و بنیانگذاران ما در آستانه اعدام خود تاریخی از بی‌اعتمادی که بقیه ایجاد کرده بودند پشت سر داشتند. اونها معتقد بودند که این دره عمیق بی‌اعتمادی تنها با خون پیشتاز و پیشتازان پر می شود. حتما شنیدید که بنیانگذاران سازمان و همچنین مسعود با بر عهده گرفتن اتهامات سایرین یک سنت شکنی کردند. پرونده خودشون رو سنگین کردند تا تحت مسئولین اونها آزاد بشن و سازمان رو دوباره احیا کنند. حالا صبر کنید تا من ادامه حرفم رو دوباره از قول خود مسعود براتون بخونم. مسعود میگه بنیانگذاران سازمان از لحاظ عنصر انقلابی و ضد استثماری خیلی مایه‌دار و جگردار بودند. از قدم و نفسشان ایمان میبارید. مخصوصا محمد حنیف که در اون روزگاری که کسی با این چیزها کاری نداشت چنین توانمندی و ظرفیتی داشت. اگرچه مشیت این بود و شاید هم از بزرگی و نقش و رسالتشان بود،
که روزهای ماندگاری و رشد و ارتقای همون مجاهدین را ندیدند و در سرفصلی به شهادت رسیدند که هنوز چیزی تعیین تکلیف نشده بود و همون سازمان مجاهدینی هم که قرار بود باشد ضربه خورده بود. با این حال آنها خورشیدی را در افق می دیدند. شاید هم که من معکوس می گویم و در حقیقت به خاطر همان خونها بود که از قضا مجاهدین آن روزگار مجاهدین شدند. به خاطر همان خونها و نفسها بود که چیزی چرخید. شاید هم چون در حالت غفلت و عدم آمادگی ضربه خورده بودیم، اگر آن بها، آن قیمت و آن خونها مخصوصاً خون محمد آقا نبود، موضوع فرق میکرد. آن موقع قدر و قیمتش شناخته شده نبود. همه چیز و همه کس مادون این بودند که اصلاً این چیزها فهم و درک شود. مسعود در سخنرانی در سال 73 به همین مناسبت مجدداً توضیح میده که در مثل و نه در قیاس، اگر امام حسین و عاشورایی نبود خیلی ارزش‌ها مکتوم میماند و کسی نمیفهمید که حسین کیست. حتی برای اینکه خودش فهم بشود باید خودش نثار میشد. این خیلی سنگین است، ولی امام حسین یعنی همین. شکستن بن‌بست یعنی همین. از تیرگی و جهل و لجن در آمدن یعنی همین. و خون حنیف سنگین ترین بهایی بود که مجاهدین پرداختند. برادران عزیزم، سازمانی که در سال 1350 در اوین نام سازمان مجاهدین خلق ایران بر خودش گذاشت، در دهه 40 برخلاف جریان‌های مارکسیستی در اون زمان هیچ تئوری مدون و راه کوبیده شده‌ای نداشت، هیچ الگو یا جنبش قدرتی که به اون متکی باشه در میان نبود. باید همه چیز رو از صفر شروع کرد. به خصوص باید غبار از رخ دین و اسلام‌های رایج طبقاتی می‌زدود. محمد حنیف نژاد در کشف گوهر حقیقی اسلام مجاهدت عظیمی به عمل آورد و این کشف انقلاب بزرگی در اون زمان بود که گفت مرزبندی بین با خدا و بی خدا نیست، بلکه بین استثمار شده و استثمارگر است. به طوری که هنوز که هنوزه بعد از گذشت نیم قرن بسیاری روشنفکران مسلمان در سایر کشورها حتی به اون نزدیک هم نشدن. بنیانگذار کبیر ما اسلام انقلابی و نافی استثمار رو معرفی کرد. بطلان ارتجاع تحت نام اسلام رو نشون داد و منشأ جهش بزرگی شد. ارزش‌های فدا و صداقت رو سلوحه مجاهدین قرار داد. مجاهدین با این دو ارزش خلق شدن از ابتدا تا امروز و با این دو ارزش شناخته میشن. به همین دلیل هر کس که به طرف ساییدن این ارزش ها قدم برداره در واقع داره مجاهدت خودش رو نفی میکنه. حنیف بزرگ مبارزه‌ای بر اساس مکتب و مرام و ایدئولوژی شکل داد. یک جنبش انقلابی به یک ایدئولوژی انقلابی به عنوان راهنمای عمل احتیاج داشت. گروه ایدئولوژی و مسعود به عنوان بالاترین ثمره و شاخص اون
هنر هنرهای حنیف بود. این رو مجاهدین و خلق ایران و تاریخ مبارزات اونها در آینده بازگو خواهد کرد. برادر مجاهد محمد طریقت میگه که در نیمه اردیبهشت سال 51، دو سه هفته قبل از شهادت بنیانگذاران، یک روز در زندان فلکه شهربانی توی یکی از اتاقها به دیوار تکیه داده بودم که دیدم صدای مرس از آن طرف دیوار می آید. به طور اتفاقی این دیوار مشترک بود بین جایی که ما بودیم با شکنجهگاه تازه تأسیس شده که به آن کمیته می گفتند. می گوید صدای مرس را که شنیدم گفتم تو کی هستی؟ گفت محمد هستم. بعد از رد و بدل کردن علامی فهمیدم خود محمد آقاست. به او گفتم مسعود اینجاست. محمد آقا گفت بگو زود بیاد. و باز برادرمون میگه که این صحنه برای من یک صحنه عجیبی بود که هرگز اون رو فراموش نمی کنم. این دوتا، یکی مسعود که فقط یک شبانه روز در مسیر اوین تا قصر گذرش به فلکه افتاده بود، و دیگری محمد آقا که اون رو از اوین برای یک روز به اینجا آورده بودند بالای سر مهدی رضایی. حالا محمد آقا اون طرف دیوار و مسعود در این طرف دیوار در آخرین وداع به هم رسیده بودند و از طرف این دیوار با مرس با یکدیگر حرف می زدند. مسعود خیلی برانگیخته بود و دستهایش را تکان می داد و به برادرمون محمود احمدی دیکته می کرد تا او به حنیف مخابره کند. مسعود در آخرین وداع به محمد آقا گفت تو معلم بزرگ ما و نسل ما بودی. تاریخ ما هرگز کاری را که تو کردی و راهی که تو رفتی را فراموش نخواهد کرد. مطمئن باش ما راحت را ادامه می دهیم. من سعی می کنم شاگرد خوبی برای تو و راه تو باشم و با تو پیمان می بندم. بله، به زبان امروز ما در اون موقع مسعود در آستانه شهادت حنیف کبیر به اون تعهد می داده. شما داستان‌های شعارهای محمد آقا در شب اعدام، در اوین و در میدان چیتگر رو میدونید و اینکه اون خودش چشم بند رو کنار زد و فرمان تیر داد. واقعیت اینه که در اون موقع حنیف نژاد بی چشم داشت و مشتاقانه به شهادت شتافت و رفتن به میدان تیربارون رو انتخاب کرد. البته خدا هم پاسخ فدای بیچشم داشت اون و دیگر بنیانگذاران ما رو با حفظ سازمانش از طریق مسعود داد. با وادار کردن شاه به صرف نظر کردن از اعدام مسعود، اون هم با تلاش های گسترده دکتر کاظم. درود بر دکتر کاظم. وقتی یک به یک تضادهای بغرنجی رو که حنیف نژاد حل کرده میشموریم و وقتی نگاه میکنیم که چه سنت ها، آموزش‌ها و ارزش‌های پرخیر و برکتی رو خلق کرد، باید بپرسیم که راستی چطور این کارو کرد؟ در پاسخ به این سوال، یا
میخوام چه نتیجه و چه درسی برای امروزمون بگیرم؟ در واقع میخوام به جوهر اصلی کاری که حنیف میکرد و کرد توجه کنیم. محمد حنیف نژاد در خرداد 51 که شهید شد 33 ساله بود. وقتی که سازمان مجاهدین خلق ایران رو بنیان گذاشت 27 ساله بود. اون یک انقلابی بود که به قوانین و مرز سرخ‌های انقلابی‌گری و به عهدی که با خدا و خلق بسته بود تا بن استخون پایبند بود. به انتخابی که کرده بود و به راهی که در پیش گرفته بود سراپا ایمان داشت و در اون لحظه‌ای و ذره‌ای تردید نکرد. خودش رو سراپا مسئول می‌دید که انرژی‌ها رو استخراج کنه و این سازمان رو جهش بده. برای آموزش و تربیت کادرها، برای مناسبات تشکیلاتی، برای تهیه امکانات مادی و مالی و تسلیحاتی و هر چیز دیگه‌ای که ضرورت مبارزه بود، خودش رو به آب و آتش می‌زد. و به جای دیگری چشم ندوخته بود و به همین دلیل خودش یک پارچه انرژی و شور و قدرت بود. در یک کلام درس قیمت داد و قیمت داد. بله، مجاهدین این چنین بنیان گذاری شدند، یعنی آمادگی برای پرداخت بها، و این قبل از همه از بنیانگذاران اونها شروع شده. این ریز به ریز قیمت دادن و خسته نشدن و این مبارزه ایدئولوژیک مستمر میراث ماندگار حنیف برای مجاهدین است. چنین سازمانی هیچ وقت غبار نمیگیرد، هیچ وقت کهنه نمیشود، همیشه رو به جلو و رو به اعتلا است و هیچ وقت به فرصت طلبی و پراگماتیزم نمی افتد. هیچ وقت بهای نکردش رو از جیب بقیه نمی پردازد و بر نمی دارد. هیچ وقت طلبکار خلقش نیست، بلکه بدهکار است و به همین دلیل هیچ وقت در جا نمی زند و در سخت‌ترین شرایط هم توان دارد که راه را به جلو باز کند و هر بن‌بستی را بشکند. و این شرح حال مجاهدین از حنیف تا مسعود است. پشتیبان شاه بنیانگذاران ما رو تیرباران کردند، به جد گمان می کردند که مجاهدین دیگه از میان خواهند رفت. روزی که خمینی این روح لعنت شده زمانه به نسل کشی و قتل عام مجاهدین رو آورد، در این خیال بود که کار مجاهدین رو این چنین به پایان می رسونه. هرچند که جانشین خودش در اون زمان هشدار می داد که مجاهدین خلق یک سنخ فکر و برداشت است که با کشتن چاره نمی شود، بلکه ترویج می شود. حالا تاریخ اثبات کرده بذری که با فدا و صداقت افشانده شد و با جانهای شیفته یک ملت اسیر آبیاری شده و شده است، در دل قتلگاه های دو دیکتاتوری همواره سر بلند می کند و شکوفا می شود. بله، مجاهدین خون جاری دوران است. ناآرامی و عصیان دائمی یک ملت و تجسم
خواست اون برای آزادی، دموکراسی و برابری است. حالا این نارامی و مبارزه در رزم و فعالیت کانون‌های شورشی و شوراهای مقاومت مردمی در سراسر ایران جاری است تا روزی که ارتش بزرگ آزادی با همت و حمایت مردم ایران رژیم ولایت فقیه را سرنگون کند. بنیانگذاران کبیر سازمان، با درود به بنیانگذاران مجاهدین و به احترام اونها یک دقیقه کف می‌زنیم.